مولانا فضل رحمان رهبر جماعت علمای پاکستان که همواره از آن با عنوان پدر معنوی طالبان افغان یاد می شود و هر از گاه با فتواهای وی طالبان اهداف خود را برنامه ریزی می کنند، از روند گفتگوهای صلح استقبال کرده. گفته از فرایند این روند برای صلح منطقه ثابت و پیشرفت اقتصادی مؤثر خواهد بود. اگر امریکا می تواند به اهداف خود از راه جنگ حتی پس از به کارگیری تمام منابع و تکنولوژی مدرن دست یابد، چگونه حاکمان ما می توانند از جنگ به مناطق قبیله‌ای برنده شود؟ از این رو ما از روند گفتگوهای صلح که منجر به ثبات منطقه‌ای می شود استقبال می کنیم. از سوی هم یک عضو پیشین طالبان می گوید این بار نمایندگان طالبان از دفتر سیاسی قطر در این گفتگوها شرکت می کند که برای آنان از سوی رهبری طالبان صلاحیت کامل داده شده. امریکایان 53% اتفاق وکی په اتفاق یو قوت جوړ او مسلمانان دوه شان لري چې هم تر یوازې تر امریکا دی دي هم تر دغه دی دي ولې تعداد خلک سم نه دغه کی مر تعدادونه چې ټوله په هر ملک کفار کی هغه تعداد لسی. او تاکید دارد در نشست دوم روی اعتماد سازی و آتش بس بحث صورت میگیرد. کچیر مسلمانان یو اتفاق و اتحاد وکی او خپل تیل په خپل لاس کې ونیس، نه به بل ځای ټانک وچلیږي، نه به بل ځای تیاره وچلیږي، او نه به بل اسباب و ذرایع چې هغه په تیلو باندې اړه لري هغه وچلیږي. هرچند تو هنوز مکان برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح روشن نشده، اما به گفته این عضو طالبان ایالات متحده تمایل دارد که این گفتگوها در قطر برگزار شود.